سلام، سه‌شنبه 17 شهریور 94، 8 سپتامبر 2015 میلادی. در مورد 6 موضوع امروز صحبت می‌کنیم، اما اجازه می‌خوام ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه به دلیل برگشتن از مسافرت در راه و تو کنار خیابون دارم برنامه رو گزارش می‌کنم و ممکنه گاهی صداهای اضافه و موزیک این رستوران نزدیک هم در برنامه شنیده بشه. موضوع اول اینکه 3 بسیجی قاتل بهنود رمضانی در چهارشنبه سوری سال 89 با که او رو با ضربات باتوم و شوکر به قتل رسوندن، بعد از چند سال که پرونده رو جابجا کردن سرانجام قاضی مزدور قتل عمد رو به قتل شبه عمد تغییر داد. علی رسولی، سالار نادی و افشین کوهی نام 3 بسیجی است که بهنود رمضانی دانشجوی سال اول دانشگاه نوشیروانی بابل رو به قتل رسوندن. این اتفاق با دستکاری در اسناد، مدارک، حتی گواهی پزشک قانونی صورت گرفته و یک بار دیگه نشون میده که چگونه قوه قضاییه مزدور در واقع نیروهای امنیتی و نظامی است. سهام نیوز اسناد بسیار خوبی رو منتشر کرده از برگه های پرونده که نشون میده چگونه حتی اعترافات این 3 بسیجی هم مد نظر قرار نگرفته. گروه نمایش خانه متروک امروز 17 شهریور ماه تئاتری رو اجرا میکنه که درآمدش رو میخواد وقف بکنه، صرف بکنه برای مادر 40 ساله‌ای که در زندانه و به اتهام قتل شوهر معتادش به اعدام محکوم شده و خانواده شوهر 500 میلیون تومان دیه تقاضا کردن که 300 میلیون رو قبلا کمک‌های مردمی جمع کرده و این نمایش هم مقدار و پولش صرف این خواهد شد تا 200 میلیون دیگه فراهم بشه. اقدام بسیار خوبی که حرکت‌های مردمی رو نشون میده و حرکت مدنی است که همیاری و همکاری مردم رو در موضوعات حقوق بشری مثل اعدام و غیره جلب میکنه. این مادر 2 کودکش رو به دلیل سرطان از دست داده و کودک سومش هم بیماره. موضوع دوم اینکه شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست ها خانم آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست ایرانی رو برنده نشان شجاعت سال 2015 خودش اعلام کرده. آتنا از سال 93 در زندان. 150 کارگر شهرداری طبس هم 3 ماه حقوق نگرفتن. 120 کارگر معدن البرز شرقی هم از روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدن به دلیل اینکه 4 ماه حقوق طلب کارند و بیمه اونها هم کامل پرداخت نشد. آتش نشانان اصلویه هم که از طریق شرکت پیمانکاری تکاب صنعت مهر به استخدام درآمدند، علارغم سختی کار و سختی مکانی که کار میکنند، به دلیل قراردادهای ظالمانه ای که یک سویه بسته میشه نمیتوانند که به حقوق خودشون برسن، از جمله حق مشاغل سخت و سایر مشاغل. و اصولا این قراردادهای پیمانکاری که جلوی کارگران میگذارن به نیابت از مؤسسات اصلی معمولا یک سویه یک طرفه است و کارکنانی که امضا میکنن حق اعتراض ندارند، حق استفاده از مزایای قانونی ندارند و اکثرا هم خلاف قانون کار، هم خلاف مقررات سازمان بین المللی کار. اما گفته میشه که به گفته راهنمای رانندگی نیروی انتظامی از ابتدای سال در 5 ماهه اول به 15% نمره کردن ماشین های 0 کیلومتر کاهش پیدا کرده
که نشون دهنده رکود بازار، رکودی که گریبان اقتصادو گرفته، ضمن اینکه یک کمپین نخریدن خودروهای صفر هم در جریانه. موضوع سوم اینکه خبرگزاری رویترز خبر داده از اینکه آقای آمانو رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی گفته که ایران جواب سوالات آژانس رو طبق نقشه راه تا 15 آگوست داده و آژانس هم تا 15 سپتامبر جواب‌ها رو بررسی می‌کنه، سوال‌های جدید خودش رو میده و او گفته که برای اظهار نظر راجع به PMD ابعاد احتمالی فعالیت نظامی ایران زمان و امکانات فعالیت‌های بیشتری رو لازم داره. اما نماینده ایران در آژانس در پاسخی که به صحبت‌های مفصل آقای آمانو کرده، از جمله اشاره او به پارچین، گفته که ساخت و ساز در پارچین به آژانس ربط نداره. جدال لفظی هم بین آقای عراقچی و وکلای جبهه پایداری در مجلس در گرفته و وقتی اونها گفتن چرا آقای ظریف خودش نیامده، آقای عراقچی با زیرکی گفته که ببخشید که بنده در شأن شما نیستم. آقای صالحی هم گفته که مجلس اگر دست به ترکیب برجام بزنه، ما هم چوب رو خوردیم هم پیاز رو، و مجلس باید یا قبول کنه و یا رد بکنه. اما آقای جلیلی که این روزها فعال شده و فرد نزدیک به مجتبی خامنه ایست، در مخالفت با برجام گفته که بیش از 100 مورد حق مسلمه ما در این توافق صرف نظر شد. آقای علم الهدا هم از زاویه دیگه حمله کرده و گفته توافق هسته‌ای ابزاری برای نفوذ در ایران و براندازی رهبری و نظام، البته کنایش به آقای روحانی و هاشمی رفسنجانی است. پژوهشکده شورای نگهبان هم ابراز نظر کرده که برجام یک معاهده بین‌المللی است و نیاز به مصوبه مجلس داره، اگرچه به هر حال تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبانه و باید نهایتاً شورای نگهبان نظر بده. موضوع چهارم این که مرکز آمار ایران عنوان کرده که نرخ بیکاری جوانان بین در سنین 20 تا 24 سالگی 3 برابر نرخ متوسط بیکاری است و افزون بر 30%، یعنی از هر 3 جوان در این سن 1 نفر بیکار دنبال کار میگرده و این نرخ در بین دختران بیش از اینه و 50%، یعنی از هر 2 دختر بین 20 تا 24 سال 1 نفر بیکاره و در جستجوی کار قرار داره. روزنامه اعتماد هم مصاحبه با آقای مرتضی بانک کرده که معاون نهاد ریاست جمهوری است، همینطور با آقای خباز که پرده از یک فساد دیگه دولت احمدی نژاد برداشتن و مصوبات دولتی که یک برگ بیشتر نیست و حتی در هیئت وزیران هم مطرح نشده و آقای احمدی نژاد فقط یک فرم مصوبه امضا کرده و ابلاغ کرده. بر همین اساس ها گفتن به 68 شرکت خصوصی وام با شرایط باور نکردنی پرداخت شده از محل صندوق توسعه ملی و به 18 شرکت هم شرکت خصوصی هم وام دادن که اصلا وجود خارجی نداشتن. لطف‌الله فروزنده معاون اجرایی آقای احمدی نژاد اما گفته ایشون برای انتخابات مجلس نمیاد ولی برای انتخابات ریاست جمهوری ممکنه تشریف بیارن. واقعا که البته باید گفت آقای احمدی نژاد باید رو داشته باشه که به صحنه سیاست برگرده و طلب رأی مردم رو بکنه. آقای قرویان شاگرد سابق آقای مصباح هم گفته دعا میکنم که هیچگاه مش و افکار احمدی نژاد به مردم تحمیل نشه. البته به نظرم کنایه‌ای داره برای اینکه تحمیل احمدی نژاد به مردم توسط آقای خامنه‌ای و سپاه صورت گرفت، به خصوص از در سال 88 تا سرکوبی که از مردم به عمل اومد. موضوع پنجم اینکه هافینگتون پست خبر داده از اینکه تظاهرات در عراق دامن ایران رو گرفته و آیت الله سیستانی هم از آقای عبادی نخست وزیر حمایت کرده و شرق الوسط گفته که آقای سیستانی از آقای خامنه‌ای خواسته که آقای سلیمانی رو
در عراق محدود بکنه و فعالیت های ایران کاهش پیدا بکنه. اما موضوع آخر این که جناب مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته علت این که ما به فساد در ستاد سوخت در زمان آقای رویانیان رسیدگی نکردیم چون مبلغش کم بود، مبلغش 80 میلیارد تومان بوده، به قدری فسادها گسترده است که دیگه به چشم آقایون 80 میلیارد تومان فساد نمیاد. جناب مصباح یزدی هم راحت کردند و گفتند که برخی ها فکر میکنند که نباید بین شیعه و سنی فرق باشه، در حالی که و فکر میکنند این دو برابرند، در حالی که در تصور ایشون اصلا اینها با هم برابر نیستند. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید، با امید پیروزی ایران و ایرانی.